سلام، اگه تصمیم گرفتی کسب و کارت رو اینترنتی بکنی و برای کارت نیاز به سایت داری، برنامه نویسی بلد نیستی و نمیخوای زیاد هزینه بکنی، یا شاید هم تولید محتوا میکنی و برای کارت بازم به سایت نیاز داری ولی علاقه به برنامه نویسی نداری، من امروز بهترین راه برای طراحی سایت بدون کد نویسی رو براتون میگم. پس اگه به این موضوع علاقه دارین ادامه ویدیو رو از دست ندید. من مهرداد رستمی هستم و خوش اومدین به کانال من. اینجا در مورد طراحی سایت و طراحی گرافیک ویدیو منتشر میکنم، پس اگه به این موضوعات علاقه داری حتما کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله کنارشم بزن تا ویدیوهای جدید رو از دست ندی. خلاصه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون درنگ بریم سراغ ادامه ویدیو. خب این روزا با پیشرفت تکنولوژی استفاده کاربران از اینترنت خیلی زیاد شده و بیشتر کسب و کارها دارن به سمت اینترنتی شدن میرن. پیج اینستاگرام میزنن، کانال تلگرام میزنن، محصولات خودشون رو از اون طریق به فروش میرسونن و اینجوری درآمد کسب میکنن. ولی اگه شما یه سایت داشته باشید میتونید به مشتریاتون اثبات کنید که حرفه‌ای هستید و اینجوری میتونید اعتماد اونها رو جلب کنید و درآمد بیشتری داشته باشید. سایت داشتن خیلی مهمه و حرفه‌ای بودن شما رو نشون میده. سایت زدن و طراحی اون اولین قدم شماست، ولی بعدش باید به مسائلی مثل تولید محتوا، سئو و تبلیغات رو وارد کارتون بکنید تا بتونید پیشرفت بکنید. حالا یکی میاد میگه من نمیخوام برنامه نویسی یاد بگیرم، نمیخوام زمان زیادی و صرف یاد گرفتن برنامه نویسی بکنم، از اون طرف هزینه زیادی هم ندارم که به یه طراح سایت بدم که بخواد واسه من یه سایت طراحی بکنه، چیکار باید بکنم؟ بهترین راه برای طراحی سایت بدون کد نویسی قطعاً استفاده از برنامه وردپرس هستش. حالا خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که آموزش‌های رایگان وردپرس به وفور در اینترنت دیده میشه و شما تنها با چند ساعت آموزش میتونید سایت خودتون رو به بهترین شکل طراحی بکنید. مهمترین قابلیت‌های وردپرس چیه؟ وردپرس کاملاً رایگانه و رایگان هم میمونه. استفاده ازش هم خیلی راحته. هر نوع وبسایت که بخواید رو میتونید باهاش طراحی بکنید، از وبسایت‌های خبری بگیر تا فروشگاهی و هر نوع وبسایتی که بخواید. هر کاری هم که بخواید بکنید یک افزونه جداگانه واسش داره و میتونه نیاز شما رو رفع بکنه. انعطاف‌پذیره و برنامه‌نویسان میتونن به راحتی ازش استفاده بکنن و سفارش سازی بکنن. وردپرس با زبان PHP طراحی شده و سازگار با سرورهای لینوکس هم هستش. اینم بهتون گفته بودم قبلا که منابع زیادی واسه یادگیریش وجود داره و میتونید به راحتی وردپرس رو یاد بگیرید. مراحلی که برای ساخت یک سایت با وردپرس باید انجام بشه چیه؟ پیش از هر کاری باید دامنه و هاست خریداری بکنید که من توی یک ویدیو دیگه بهتون توضیح دادم که چطوری بهترین دامنه رو برای سایتتون انتخاب بکنید. این بالا بهتون پیشنهاد میشه، حتما برید ببینیدش. بعد از خرید هاست و دامنه نوبت به نصب وردپرس میرسه. شما باید وردپرس رو نصب کنید و با نحوه عمل کردش آشنا بشید. وردپرس قالب‌های متفاوتی هم داره که بسته به موضوع سایتتون باید قالب مناسب سایتتون رو انتخاب بکنید. نوبت بعدی میرسه به افزونه ها. بر اساس نیازتون افزونه های مختلفی رو میتونید اضافه بکنید به سایتتون. در مرحله بعد باید صفحات اصلی سایتتون رو طراحی بکنید و در آخر هم باید فهرست سایتتون رو طراحی بکنید و درستش کنید و مراحل تموم میشه. استفاده از وردپرس مزیت‌های زیادی داره. اینکه شما میتونید با کمترین هزینه و صرف وقت کم یک سایت راه اندازی بکنید. سایت به راحتی آماده میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. با سئو سازگاری خیلی بالایی داره. اینکه به راحتی میشه مدیریتش کرد، امنیت قابل قبولی داره و اجازه نفوذ بهش تا حد زیادی کاهش داده شده. اینکه با هر نوع محتوای سازگاری داره، متن، فیلم، عکس و البته از همه مهمتر هزاران قالب و افزونه داره که برای هر سلیقه‌ای مناسبه. سیستم‌های مدیریت محتوای زیادی وجود دارن مثل جوملا، ویکس و خیلی از برنامه‌های دیگه که من امروز بهتون وردپرس رو پیشنهاد کردم به خاطر اینکه استفاده ازش آسونه و برای هر سلیقه‌ای مناسبه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. سوالی داشتید ازم داخل کامنت ها بپرسید. خلاصه سابسکرایب یادتون نره، از من حمایت کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.